ممل آمریکایی جوونیه که آرزو داره به آمریکا بره، اما برای گرفتن ویزا نیاز به زامن داره. ممل ماشین زنی به اسم نسرین رو میدزده و دعوتنامه ای از آمریکا تو اون پیدا میکنه. ماشین رو به صاحبش پس میده و با اون دوست میشه. مادر نسرین زامن ممل میشه، اما بعد از مدتی میفهمه که زن مادر نسرین نبوده و زن خوشگذرونیه که به دنبال مرد هاست. بخشایی از فیلم ممل آمریکایی رو با هم تماشا میکنیم. خیلی لطف کردین که به من کمک کردین. چرا آب همونجا هست؟ میتونی همونجا دستتونو بشوری. آه، مرسی. سلام. سلام. دست خوش بباریم. دست ما. مثل که هیچ جوری نمیخواد به کار بکنیم. چه عجب برداشتی. فرمونی قیامت بود. تازه پنچر کردم. اگه ایشون نبودم حالا حالا معطل میشدم. خب حالا بگو بفرمان تو. چایی، قهوه، چیزی؟ دم در که بده؟ برای یه تولد پدر آدم در میاد. تلفن کن، دعوت کن. تازه هزار بهانه که گرفتاری. چرا دیر گفتی؟ چرا دیر خبر کردی؟ مگه چی شده؟ مگی و لیلی بهانه گرفتن که ما نمیایم. روز مورنینگ مای لیلی. مهندسی میکنی ایچ از یو اس ا. خوشبختم. از همین حالا جشن تولدتون رو گرچه دعوت ندارم تبریک عرض می نمایم. فکر میکنم نسرین جون فراموش کرده. به هر جهت امیدوارم که دعوت منو بپذیری. بیلیو می، با وجود اینکه هزار گرفتاری دارم که نمیتونم هدمو بخارونم. اوکی اوکی، سعی میکنم حتما خدمت برسم و هندتو رو ببوسم. خب با عزتون مرخص میشم. ایوا حالا بفرمایید تو گلوی تر کنید، اینجا که خیلی بده. اتفاقا گوده گوده. شب خدمت برسم لطفش بیشتر کرد. خواهش میکنم. Thank you. مادمادل. See you again just at the in the night. Ranger in the night. Bye bye. Bye bye. گفت مهندس چی؟ مهندس مکانیک. ای بد جنس، از طریقت خوشم اومد. فیلم معشوقه با بازی بهمن مفید و کتایون محصول سال 1352. مرتضی پاچناری همسری به اسم مریم داره که نازاست. جمال برادرزاده مرتضی در فکر تصاحب ثروت اونه و برای رسیدن به این مقصود دختری به اسم هما رو سر راه مرتضی قرار میده. بخشهایی از این فیلم رو با هم تماشا میکنیم. چارسو تو زنگ رفتی و شوهر کردی؟ راستی دروغا چیه پشت هم قطار کردی؟ شوهرم مرده، میخوام کار کنم، قابلم، حاملم، هزار جور کلکه دیگه. اما یه قسمت از حرفم درسته، من حامله شدم. چی گفتی؟ آره من از تو حامله شدم. بیشترم برای این اومدم اینجا که این خبر رو بهت بدم. تو میدونی چی داری میگی؟ مطمئنی؟ خب معلومه، امروز دکتر به هم گفت. یعنی من بچه دار میشم؟ الهی قربونت برم هما جون، از صدق بچه برم جون. خدا خدا گوش کن مرتضی، یه موضوعی هست که تو هم باید بدونی. زنت میخواد این بچه‌ای که تو شکم منه ازم بگیره و به اسم خودش به تو جا بزنه. منظورتو نمیفهمم، به اسم خودش جا بزنه یعنی چی؟ یعنی این که میخواد وانمود کنه که حامله است، بچه منو اون به دنیا آورده. آخه چطوری؟ راست و ریستشو جور کرده. اول قراره به تو بگه که حامله است، بعدم منو ببره شیراز، وقتی زاییدم بچه رو ازم بگیره. پس خبر خوبی که میخواست بهم بده همین. ولی تو نباید به روش بیاری، فهمیدی؟ خب معلومه، من اصلا چیکار دارم به این کارا؟ من بچه میخوام، عمده این که مال خودمه، یا از این باغ یا از اون باغ، فرقی نداره. اما ببینم. فیلم سینمایی گربه را دم هجله میکشن که تو سال 1348 ساخته شده، درباره مرد جوونیه که به دختری علاقه مند میشه. شرط پدر دختر برای ازدواج شوهر کردن خواهر بزرگتر دختره. جوون دنبال مرد قدرتمندی میگرده که بتونه خواهر خودخواه دختر رو بگیره. سرانجام چنین مردی رو پیدا میکنه و با دختر ازدواج میکنه. بخشهایی از فیلم گربه رو دم هجله میکشن رو با هم تماشا میکنیم.
رحمتش کنه. از گرشنگی شیشم گندش به پشت ششبیل از دار دنیا رم. مرحوم حسن خان کبادی کجا میری؟ شوهر فتی شال قحطی از گرشنگی ششته کرد. شوکت خانم همشایه میرزا آقا کفاش از گشنگی مرد و کردنش تو گو. خوبه ادامه بده. خوبی ادامه بده. عالی بود عالی بود. من دلم نمیخواد دختر نازنینم تاج شرم یه همچین بلایی شرش بیاد. اگه خدایی نکرده زبونم لال یک مو از شر تو کم بشه من خودمو جر میگم. زندگی بعد از تو به درد من نمی کنه. میفهمی؟ من نمیخوام بعد از تو زنده باشم. گل شرخ من گفتار بابا تو شنیدی؟ سخنهای ننه تو گوش کردی؟ جون دلم ایم آقا نلال منم لازم میگیره. اینا میریزه بجا بریزه کاری بکن نریزه. من میرم در وای میکنم. این دیگه کیه؟ بیا کنار بده من برم. من میرم در وای میکنم. بندم مویدت مستق بزم یواش یواش خوشا برو قشاشو بهش بده. بودو برو قشاشو بهش بده. شر شد بودو هوای من داشته بشه. من خوشت خوشی من ندارم. من خوشی من گیری ایجان یا کی بود؟ شرطان این طوری کی بود؟ نمیدونم. سلام ماما. فیلم سینمایی میلیونرهای گرسنه که تو سال 1346 ساخته شده از این قراره که رانند تاکسی برای به دست آوردن پول نجات یکی از دوستان بیمارش به مهمونی باشکوهی که تصادفاً کارت دعوتش رو پیدا کرده میره. در اونجا با دختر متمولی آشنا میشه و این دو نفر عاشق همدیگه میشن. چند وقت بعد متوجه میشه که دختر هم به طور اتفاقی به اونجا اومده بوده و دختر پولداری نیست. بخشایی از فیلم میلیونرهای گرسنه رو با هم تماشا میکنیم. وای خدا جونم چی کار کنم؟ خدا کمک کن. کیه این وقت شبی؟ چیه؟ خانه تیه مرد مست افتاده دنبال من. من از دستش فرار کردم. به من پناه بده. الان خدمتش میرسم. مردی که خجالت نمیکشه بیافته دنبال دختر مردم. خانم جون نکنه آبرو میره. فقط اجازه بده یه دقیقه بیام تو تا اون بره. خانم جون خیلی متشکرم که من از دست اون نجات داده. خدا حافظ. به سلامت. تو یالی؟ سلام. اینجا چیکار میکنی این وقت شب؟ اون شبی که رفته بودین عروسی یادتونه؟ دیر اومدین. صابونه چه دعوایی باهاتون کرد. امشب میدونستم دیر میاد چون از این لباسا پوشیده بودی. نمیخواستم دعواتون کنه. چرا این کارو کردی؟ چرا بیدار موندی؟ شما به ما کمک میکنیم مگه نه؟ اون شبی که یه پیت برنج آوردین دادین به مادرم خیال کردین من خوابم. پری روزان بهش پول دادین چند تا اسکناس 10 تومانی. برو بخواب علی جان دیر وقته. فیلم پری خوشگله با بازی منوچهر وثوق و شهناز تهرانی محصول سال 1353. پری با بازی شهناز تهرانی بعد از مرگ پدرش مسئولیت نگهداری خانوادش رو بر عهده داره. پری قصد داره که خواهر کوچکترش رو که مجبوره تو شرایط بدی در کافه کار کنه نجات بده.
پری از شیراز به اصفهان میره و سر راه جوان ثروتمندی با بازی منوچهر وثوق قرار میگیره. بخشهایی از این فیلم رو با هم تماشا میکنیم. هیچ دخالتی در امور مالی مادرم ندارم. عموم همه کارا رو میکنه. بنابراین من هیچ کاری برای تو نمیتونم بکنم. اینطوری راحت ترم هستم. چون واسه خودم عشقمو میکنم و تا دلتم بخواد دوست دختر دارم. بهم هم بد نمیگذره. خوش به حالت، خوش به حالت. واقعا خوش به حالت. خوش به حالت که مثل من گرفتار یک ماده پلنگ اصفهانی نیست. رسیای حسین خان از جریان دیشب خیلی معذرت میخوام. این اسقر پدرسک شما رو ناراحت کرده بود میدانم، ولی مریم شما رو به خدا خیلی دوست دارد. نمیدانی چه دختر نازنینیه. رسیای پرویز خان یه شب بی اتفاق بیاین کافه ما، از شخصیت شما کم نمیشه. مگه دیوونم بیام تو اون کافه آشغالت؟ حالا هوشنگ یه دلیلی داره که میاد، اما من بیام بگم چم منه؟ آها آو اختیار داری قربان تو برم، خبر نداری. تو سه روزی یک ماه پیکری به نام پری خوشگله از شیراز آمده اصفهان، میخواد چند تا کافه بخرد. به نظرم کافه شما را هم پسندیده، با من هم وارد مذاکره شده. اما پرویز خان به جان شما به ماه میگه تو در نیام، منم در نمیام. پولدار خوشگیل سرحال سالار شیرازی ها رو میشناسی؟ خلاصه هرچی از خوشگیلیش بگویم کم گفتم. نمیدانی چه لعبتیه، نمیدانیده. باز چخان کردی رحمت، حالا با ما ره؟ از غذای اتفاق امشب میاد کافه اوز احواله ببیند. شما هم بیا قربان، اگر دروغ گفته بودم دستور بده شما اونجا اصلا بکلی گل بگیرن. اما اگر راست گفته بودم یه مهلت عوش 10 سالهی با ما بده که قربان. آها چی داری میگی؟ اشتهات برم چند سال مگه میشه؟ بله قربان، چرا نمیشه؟ قبول، امشب میام کافه. فقط بهت بگم اگه دروغ گفته باشی باید بری یه کار دیگه واسه خودت پیدا کنی. باشه قربان. کافه تو میبندم. باشه بابا. چش.